عزیزان سلام، شما امروز ما را در قلب لندن مقابل هاوس آف پارلمان میبینین. هدف از آمدن امروز ما میخواییم بر شما یک گزارش تهیه کنیم و گزارش ما به خاطر افغانستان که شرایط بسیار بد در این شب روز داره و یک تعداد از خانمای ما، یک تعداد نیک تقریبا 3 خانم آمدن و در قسمت پیش روی هاوس آف پارلمان از طرف صبح آمدن، تقریبا از 11 بجه روز آمدن و میخواین باشن تا نمیدانم که شاید 3 روز یا 4 روز یا 1 هفته میباشن، غذا نمیخورن و فقط احتساب غذایی کردن. میخواین صرف به خاطر از اینکه حقوق زنان افغانستان به دست بیارن و همچنان آرزو دارن که در وطن ما دوباره آرامی باشه و ما امیدوار هستیم که امی مظاهره امروزشان یا پروتست امروزشان مفاد داشته باشه و به نفع هموطنان ما انشالله که تمام شود. شما عزیزان تا آخر با ما باشین تا از مکمل راپورتاج ما با خبر شوید. بینده های عزیز، شما میبینین که قرار که گفتیم هموطنان ما بانوان نازنین هم آمدن جمع شدن و ما میریم ببینیم که سر چی صحبت میکنن. سلام بر شما. سلام، چطور هستین؟ خوب هستین؟ اول شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که زحمت کشیدین و آمدین و ایجا ما را شما سپورت میکنین. سلامت باشین. میشه بر بیننده های عزیز خود معرفی کنین؟ نام صدف است و یکی از دختر افغانستان، خانم افغانستان. خب میشه هدف از آمدنتان بگین؟ ما اینجا البته ما و دو دوست نازنین ما اینجا آمدیم میخواییم که سپورت کنیم وطن خود، افغانای خود و این حالتی که فعلا در افغانستان قرار داره که مردم زیاد کمک ضرورت دارن. برای ما یک سپورت شامی ما اتصاب غذایی کردیم که خدا مهربان است که پارلمان که میبینین طرف ما هستن که نو اگر صدای ما را بشنون وطن کمک کنن. امیدوار هستم موفق باشین. من پس پیش شما میایم. سلام بر شما. سلام بر شما. خوش آمدین. تشکر از اینکه آمدین و خبر ما رو گرفتین. سلامت باشین. شما میشه خدا برای بیننده های عزیز معرفی کنین؟ من و یکی از مبارزین که دو خواهر ما آمدم و میخوایم که صدای ملت خدا به جانیان برسان. خب شما میشه بر من بگوین اینمین جایی که فعلا شما هستین کجا است؟ وست منستر و نزدیک پارلمان انگلستان هستیم. ما میخواییم که صدای ما را، صدای مردم مظلوم ما را، صدای تمام اقشار جامعه را، چی پشتون باشه، چی ازبک باشه، چی هزاره باشه، برادرای اهل اونود ما را همگیر به پارلمان برسانیم که با ما کمک کنن و ما میخواییم که نسل کشی استاب شد. سلامت باشین. برای ما بگین که شما امروز آمدین میخواین تنها امروز امیجا باشین، صدای تنها برای همه برسانین یا یکی هستین تا که صدای تان همه بشنون؟ بله دقیق گفتین، ما هستیم تا که صدای ما شنیده شود و یا یکی ما صدای او کسایی هستیم که خاموش شدن در افغانستان یا خاموش ساختنشان و ما میخواییم که صدای او بی صداها باشیم. ما میخواییم که صدای ما را پارلمان انگلستان بشنوه و سر توقع و تقاضایی که ما در دیمان استیتمنت خود داریم سر از او باید جلسه ایمرجنسی گرفته شود، چون ما در هنگر استرایک هستیم. بسیار خوب، انشالله که موفق باشین. خب هدف از استرایک شما یا به حساب فارسی خود ما بگویم که از مظاهره کردین که میخواین که شما غذا نخورین، ای باید چند روز شما در اینجا باشین، آیا شما ای تعامل خود داشتین؟ وقتی که خواهرها و برادرای ما شکم گشنه، پای برهنه در خط اول می جنگن، اونا را خداوند قوت می ده، پس ما هم باید یمی همت داشته باشیم که صدای از وا شویم و به داد از وا برسیم. خداوند مهربان است. واقعا دوستان عزیز، برای بانوان افغان، برای خانمای افغان واقعا قابل افتخار هستند و من شخصا خودم یک خانم هستم و بر از این خانما افتخار میکنم. یعنی در جهان مثل خانم افغان، زحمتکش، مهربان، هانست واقعا کم پیدا میشه و انشالله که موفق باشین. تشکر، زنده باشین. تشکر از شما که اینجا آمدین و صدای ما را نشر میکنین و به جهان میرسانین. تشکر از شما. سلامت باشین. خب برای عزیزانی که شما را میبینن چی پیام برشان میخواین داشته باشین؟ ما میخواییم پیام ما ایسته که اگر از سیاسون شروع کنیم وجدانای خوابیده باید بیدار شود.
اگر از مردم عام شروع کنیم باید قیام ملی کنیم. ما باید به ضد تروریست قیام کنیم. ما باید حق خود امروز باید از حق خود دفاع کنیم. اگر امروز ما خاموش باشیم پس دیگه هیچ وقت ما صدای خود کشیده نمیتونیم. امروز روزش است. تشکر. سلامت باشین. خب شما خانمایی که در افغانستان در قطار حوال میرن و در مقابل طالبان میجنگن، شما چی پیام برشان دارین؟ ما پیام است که شما خواهرای عزیز تنها نیستین، ما در گوشه دنیا هستیم، از شما سپورت میکنیم، حمایت میکنیم و با شما خانمای قهرمان که در این شرایط سخت با این حالت دشوار مبارزه میکنیم سلام میرسانیم، دوستایتان رو میبوسیم و افتخار میکنیم. سلامت باشین. خب شما بگوین که هدف شما صرف به خاطر عزیز که میخواین خانما بانوان در افغانستان آزادی پیدا کنن یا اینکه کدام هدف دیگه هم در پالیش دارن؟ ما امروز تنها به خاطر خانمای نازنین افغانستان اینجا نامدیم که یکی از مهمترین پارت امی هنگر استرایک ما است. ما میخواهیم که صدای همه گی شنیده شود، همه قبایلی که در افغانستان هستن برای اونها برشان یک اپورتونیتی داده شود. بگویم با بخشن که فارس گانزرا بند میشه فارسی ما دیگه براز نو همگی در پارلمان باید از برشان وقت داده شود که یک چوکی داشته باشن و خصوصا همچنان خانما در از پارلمان کار نمیکنن، چوکیشون از پیششان گرفته شده و برای کسایی که مثال در پنج شهر هستن بسیار در حالت بد هستن، همه مردم در خون هستن، برای اونا برق نمیرسه، آب شاید برسه، غذا نمیرسه، برای همه چیز ضرورت دارن. ما میخواییم که صدای از اونا شویم که لطفاً بر از نوع یک میدیکل اید یا یک کمک باید از برسه که از این حالت انشالله بخیر یک کمک شویم برشان. انشالله که موفق باشین. عزیزان شما کسانی که دور از وطن هستین، در افغانستان هستین، فکر نکنین که خانمایی که در افغانستان نیستن در فکر شما نیستن. امروز ببینین خواهران ما در انگلستان هستن، در لندن و در مقابل هاوس آف پارلمان آمدن به خاطر از اینکه حقوق شما را گرفته باشند، به خاطر شما مبارزه میکنن و ما از قلب برای شما موفقیت میخواییم. لطفتان است و برای همه خانمای افغانستان میگیم که ما همراهتان هستیم، کوشش میکنیم که صدای شما را به دنیا برسانیم. تنها نیستین و همچنان خانمایی که در افغانستان هستن، مادرهایی که اولادشان را دست دادن، ما برشان اظهار تحسین میکنیم و انشالله به شما همچنان تشکر که آمدین ما را زحمت. سلامت باشین. افغانستان و به افتخار از خواهرای ما که سه روز میشن نان نخوردن و اعتصاب غذایی کردن، من دو تا شعار میدم. شعار مرا به صدای بلند و به افتخار افغانستان جواب بدین. تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. صفات یل افغانوی زنده افغانستان است. زنده باد افغانستان. زنده باد مردم افغانستان. زنده باد مادرها و زنان افغانستان. زنده باد. لعنت به رژیم، لعنت به بدترین طالبان، لعنت مردی طالبان، دشمنان دید افغانستان. عسکر تو پنجابی دی. تشکر. زنده باد. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی و برابری و برادری افغانستان. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. The British institution will be responsible. The United Nations will be responsible. United States of America will be responsible. Because they have caused this mess to make these sisters come to this well and not eat and not drink on behalf of the other Afghans. These sisters, today is Saturday, they could happily go to a coffee shop, have a coffee or sit at home and rest and party. No, but they decided to come on behalf of the millions of Afghan women who have been deprived and their justice and their civility has been taken. The message is not from south nor east. We are one nation, yes. We are united, yes. And we will be united against, yes, the oppression. این مثل قتل نفت است. خوش در تبلان دارند خانه بیرد. ما
دیده بودیم که چهار نشد و همه این وجدان ها خاموش شد. ما این کار را کردیم به خاطر که همه افغان ها بدانند ما همه افغان هستیم. همه از هر طرف صدا بکشن، علما ما صدا بکشن. چرا نزد گوشیست؟ چرا استاب نمیکنند؟ وقتی که گفته که یک نفر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخواند، حق نداره که نفر دیگه بکشن. چرا نسل ما را میکشن؟ ما از این خاطر مجبور شدیم که فامیلای که میبرن ما از اونها زیاد هستیم. دامن پاکستان رفت، امروز خود تاویل پاکستان کرد، مردم خود ما در دیگه کشورها رفت. امروز این خوارای ما، این خوارای ما شما، عزت ما شماست، حرمت ما شماست، آبروی ما شماست. ما به خاطر از اینا آمدیم، ما به خاطر وطن خود افغانستان آمدیم، ما به خاطر مردم خود آمدیم، ما به خاطر انسانیت آمدیم، نه به خاطر در هیچ مسئله سیاسی و در هیچ چیز نیستیم. نه طالب هستیم، نه مجاهد هستیم. به خاطر از اینکه طالب و مجاهد هر دویش تماما چای خود نشان داد و دیدیم، ما و شما دیدیم، و امروز وادار ساخت خوارای ما را، این دخترای ما را وادار ساخت که امروز بیاین و در اینجا بشنن و از 35 میلیون نفوذ افغانستان نمایندگی کنند. یا نماینده 35 میلیون نفوذ افغانستان است، این نماینده 3 نفر نیست یا 4 نفر که ما شما نیستیم اینجا آمدیم نیست. ما شما میفهمیم که امریکا چی کرد در افغانستان، ما شما میفهمیم که پاکستان چی کرد و پاکستان و دیگر کشورهای همسایه چی میکنند. هیچ کس غم ما را نمیخوره، غم معادل ما شماست که امروز اونا آمدند. این کوشت واسکو و چگونه افغان هستیم که فقط همی دیروز به نمایندگی از 54% زنان افغانستان، خانم پاکستانی میره ملاله یوسف زای به نمایندگی از زنان افغانستان در شورای امنیت صحبت میکنه. شما امیر چی برداشت داره؟ اینه ما مرده ایم؟ در خوانده چی دلت ناسی در آقا خلق و غک باسی در دزل درد غک دی در آقا خلق دی چی ننی در قندار در کلونه هغوی وینه ورکړه په دې وطن په سر باندې ولاړو، 40 کاله مبارزه وکړه او هغوی کورونا اوس باسي. وایي تاسو د کورونا ووځئ، چې تاسو د کورونا ووځئ او د کورونا حق نه لري چې څه شی واخلئ. او دوی د هغه خلکو غږ راپورته کوي، هغه خلکو د دایکندي خلکو غږ راپورته کوي، د پنجشیر خلکو غږ راپورته کوي، د ټولو افغانستان غږ راپورته کوي. هنرمندها باعث شخصیت های مطرح صداهای بلندتر از دیگرها دارن همیشه. از اون لحاظ بر ما حمایت از این سه خواهره که در اعتصاب غذایی رفته بودن بسیار ضرور بود. ما و صدیق جان اردیم آمدیم و بدون در نظر داشته از اینکه اینجا کی هست، از کدام گروه هست، ما فقط میخواهیم به خاطر خانمایی که در افغانستان هست، حق و حقوق زنها و شهروندهای افغان اینجا آمده بودیم، به خاطر از اینکه خون بیگناه دیگر ریخته نشه و مردم دیگر رنج نبرن از جنگ. اینا خوشبختانه که صدایشان در پارلمان رسید و وقت برشان داده شد و امروز مصفیده آمده بودن به احترام سرصفیده. اینا هم اعتصاب غذایی خود رها کردن و پس در خانه خود رفتن. امیدوار هستم که صدایشان همونطور که در گوش پارلمان رسیده در گوش همه هموطنا برسه و همگی دست به کار شوند و یک سر و صدای بلند بکنند که حداقل بتانیم برای خواهرایی که در افغانستان است به خاطر حق و حقوقشان یک مبارزه کرده باشیم و همچنان به خاطر شهروندای بیگناهی که در یک جنگ تحمیلی گیر ماندن به خاطر از اونها یک صدای بلند کرده باشیم. ما به خاطر پشتیبانی از هیچ گروهی در اینجا نیستیم، بر ما هیچ کس مهم نیست، بر ما افغانستان مهم است. افغانستان وطن ما هست و این سال مهم است که به خاطر افغانستان ما باید ایستاده شد. از ادب خدمت همه شما و تایید از گپای اسمت جان آمدیم به خاطر حمایت نیمی 4-3 خواهر قهرمانی که تقریبا حدود یک هفته میشن که اینا اعتصاب غذایی کرده بودن که خوشبختانه البته صدایشان شنیده شد. ما باید ببینیم که اینا چی تصمیم میگیرن در برابر از او، ولی ما آمدیم که قرن بتانیم امروز اینا شریک بسازیم و از شما هموطن عزیز خواهش میکنم هر جا که هستین استاد شوین، استاد شوین به خاطر افغانستان. زنده باد افغانستان، پاینده باد افغانستان. عزیزان، این بود گزارش امروزی ما که تقدیم شما گردید از شهر لندن مقابل اوز آف پارلمنت وستمنستر. تا گزارش های آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. امیدوار هستم که تا برنامه های آینده ما در افغانستان یک صلح بیاید و همه از مشکلات هایی که
فعلا در وطن ما است همه در پناه خداوند باشند. شب روز همتان خوش. خداوند یار مددگارتان. زرینه تلویزیون آسمان.